گفتگو با خانم زوریکا ماریچ. یکی از میهمانان شرکت کننده در کهکشان 1403 مقاومت ایران، خانم زوریکا ماریچ، معاون پیشین وزیر خارجه مونتنگرو و سفیر مونتنگرو در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 2015 بود. این برنامه نگاهی است به مصاحبه کوتاهی با خانم ماریچ در حاشیه کهکشان 1403. نام من زوریکا ماریچ جوجوویچ است. من سفیر سابق مونتنگرو هستم. کشوری که پس از جنگ بی‌رحمانه‌ای که یوگسلاوی سابق را تجزیه کرد به وجود آمد. کشور من تنها کشوری بود که از طریق رفراندوم و تصمیم مردم برای به دست گرفتن آینده خودشان به شکلی صلح‌آمیز از آن روند بیرون آمد. و من می توانم بسیاری از اقدامات، همینطور بسیاری از رخدادها در ایران در دوران دیکتاتوری سلطنتی و در جریان حکومت مذهبی ایران را درک کنم. During the monarchy that was oppressive one, and during the Islamic state of Iran. در واقع قدرت تحولی که طرح ده ماده ای به ارمغان می آورد چیزی است که به نظر من نه تنها تحولاتی پایدار بلکه تغییراتی دگرگون کننده در ایران ایجاد خواهد کرد. Not only solid, but transformational changes in Iran. چرا؟ به این علت که من فکر می‌کنم برای اولین بار شما رهبری دارید که به گذشته، حال و آینده کشورتان تسلط دارد و تاریخ تراژیک بدبختی‌ها و سرکوب سیاسی در داخل کشور را برطرف می‌کند. Of misfortune, tragedy, and political oppression. این برنامه ظرفیت، منابع و باورهای نسل‌های کنونی را وارد برنامه‌های اجرایی می‌کند. آن هم در حالی که ظرفیت‌ها و چشم‌انداز آینده ایران را پیش‌بینی می‌کند. Capacities and vision of Iran. من فکر می‌کنم این برنامه نه تنها یک راهگشایی است بلکه یک نقشه راه بسیار امیدوارکننده برای آینده است، آن هم نه تنها برای ایران بلکه برای کل منطقه. من فکر می‌کنم همانطور که در کنفرانس هم گفتم طرح ده ماده‌ای سندی روشنگر است. این واقعیت که دین از دولت جدا خواهد شد چیزی است که اروپا مدت‌ها پیش از آن عبور کرد. چیزی که ظرفیت‌ها را آشکار می‌کند و یک بخش از جامعه که در کشور شما فلج نگه داشته شده بود و هنوز هم در همان وضعیت قفل شده هستند، یعنی آن بخشی از جامعه که زنان تشکیل می‌دهند. با این طرح ظرفیت‌هایش آشکار خواهد شد. نکته دوم این است که طرح ده ماده‌ای به عنوان اعلامیه حقوق بشر قرن 21 تلقی می شود. طرحی که به طور مساوی توسط دانشگاهیان، کارشناسان حقوقی، سیاستمداران، زنانی که در این کنفرانس شرکت کردند و همچنین توسط نمایندگان سازمان ملل، نمایندگان کنگره آمریکا مورد تمجید قرار گرفته. UN representatives, representatives from US Congress. و از همه مهمتر که برای من بسیار تأثیرگذار بود، نحوه حمایت پارلمان اروپا از طرح ده ماده‌ای و خانم رجوی و دیدگاه ایشان برای ایران است. باید بگویم با تمام تفاوت‌هایی که ما در اروپا با همدیگر داریم، اما همگی پیرامون این ده ماده گرد هم می‌آییم. و ای کاش اتحادیه اروپا بتواند به عنوان یک نهاد از آن پشتیبانی کند و سیاست مماشات را متوقف کند.
فکر می‌کنم شما به نظر من یک برنامه محکم و البته امیدوار کننده ترین برنامه را برای ایران دارید. و من فکر می‌کنم که ایران زمانی که تحول و تغییرات رخ دهد با این برنامه پیشا پیش زیرساخت‌هایی خواهد داشت. سالهاست که مردم صبر کردند، سالهای نقض حقوق بشر، دهه ها گام هایی به عقب در خانواده ها و جوامع، اکنون مردم صبرشان لبریز شده است. آنها از این رژیم عبور کردند و من فکر می‌کنم که با تمام تجربه‌ای که دارند تحول مثبت را خواهند پذیرفت. فراز و فرودهایی وجود خواهد داشت، اما من فکر می‌کنم ایران برای دموکراسی آماده است و ایران برای طلوع جدیدی آماده است.